سلام عرض می کنم خدمت تمام عزیزانی که الان توی خونه هاشون پای گیرنده ها نشستن و منتظر کلیسای هفت هستن. ازتون می خوام که برید و وسایل عشای ربانیتون رو آماده بکنید، آب میوه اگر دارید در خانه، آب انگور یا هر آب میوه دیگری که قرمز باشه به نشانه خون عیسی مسیح، و نان آماده بکنید که در آخر موعظه ما عشاء ربانی خواهیم داشت طبق توصیه فرموده خود خداوند. این رو به یادگاری عیسی به جا خواهیم آورد. و اما درس موعظه امروز ما در مورد بزرگترین هدیه‌ای هست که تا به امروز دریافت کردیم. فکر میکنم همه ما تا به حال هدیه‌های زیادی دریافت کردیم، ولی بزرگترین هدیه‌ای که تا به امروز دریافت کردید چی بوده؟ شاید خیلی هدایای با ارزشی دریافت کردید، شاید یک خانه گرفتید، شاید یک اتومبیل آخرین مدل گرفتید، هدایای بسیار با ارزشی، ولی هیچ کدوم اینها ماندگار نیستن. چه هدیه‌ای دریافت کردید که هنوزم که هنوز اون رو دارید و میگید که این رو تا آخر عمرم خواهم داشت؟ چه هدیه گرانبهایی قرار هست که خداوند به شما بده و شما اون هدیه رو گرفتید، اما آیا باز کردید؟ امروز عزیزانی که عیسی مسیح رو دارن، عزیزانی که این هدیه گرانبها رو دارن، اونها بخشی از این موعظه هستند و کسانی که هنوز دریافت نکردند. عزیزان دل خداوند، این هدیه تنها برای من و بقیه ایمانداران نیست، این هدیه برای تمامی جهانه. پس امروز دعا میکنم که در آخر این موعظه همه اونهایی که دارن میبینن ولی هنوز این هدیه زیبا و ارزشمند خداوند رو دریافت نکردند، اون رو باز کنند. میخوام بهتون بگم که بزرگترین هدیه‌ای که من دریافت کردم و شما دریافت کردید و اونهایی که هنوز نگرفتند و بزرگترین هدیه‌ای که میتونن دریافت کنن، نجات و بخشش خداوند هست. خداوند در روز ازل وقتی انسان رو خلق کرد، او رو برای این خلق کرد که با او یک رابطه صمیمی داشته باشه، برای اینکه میگه او رو به شکل خودش خلق کرد. کلام خداوند میفرماید انسان رو به شباهت خودمان بسازیم، اما انسان این شباهت رو از دست داد. انسان با پیروی از نفسش، پیروی از شیطان، این شباهت رو متاسفانه از دست داد و آزادی رو که خداوند به او داده بود، حیات ابدی رو که خداوند به او داده بود، دو دستی تقدیم شیطان کرد. عزیزان، ما میدونیم که خداوند خیلی به ما لطف داره، خیلی به ما فیض بخشیده، ولی میخوام اون حجم بخششی رو که خداوند به ما داده با همدیگه بسنجیم، برای اینکه گاهی اوقات وقتی میگن که خدا تمام گناهان شما رو بخشید، شاید برامون خیلی ملموس نباشه. خود عیسی مسیح برای اینکه درک بکنن مردم، با مثلها با داستانهایی میومد، تعالیمش رو میداد که برای مردم قابل لمس باشه، قابل درک باشه، با داستانهایی از کشاورزی، دامداری که جامعه اون روز مشغول اون کارها بودن و بهتر میتونستن درک بکنن، تعالیمش رو می آورد. امروز میخوام در مورد این بدهی بزرگی که خدا بخشیده به ما و بر روش قلم عفو کشیده به قول خودمون، ببینیم که این بدهی چه میزان بوده. همه ما در سرتاسر عمرمون بدهی هایی داشتیم. خود من داشتم، شاید بدهی به بانک بوده، بدهی به شخص بوده، بدهی به دولت بوده. به هر صورت هر کسی یه بدهی داره و بدهی ها رو یه جوری میخواد بازپرداخت بکنه
و بعضی هاشون سختن، بعضی هاشون شاید به راحتی باز پرداخت بشن. اینجا آماری که در آوردن، هر خانواده امریکایی میانگین بدهیشون یه چیزی نزدیک 100 هزار دلار هست. خب این رو میشه با اقساط بلند مدت، کوتاه مدت یه جوری پرداخت کرد. اما این آقایی که در شکل میبینید، آقای جرومی کرویل، بدهکارترین مرد دنیا هست با 6.3 میلیارد دلار بدهی. حالا شما تصور بکنید که این آقا اگر بخواد یه جایی کار بکنه، ساعتی 1000 دلار هم حقوق بگیره و طبق قوانین کار امریکا روزی 8 ساعت هم کار بکنه و 5 روز هفته، نه 7 روز هفته رو هم کار بکنه، هیچ هزینه‌ای برای خودش نکنه، هیچ غذایی نخوره، هیچ کرایه خونه ای نده، کلن اصلا بیرون کارتون خواب باشه و هر چی در میاره به دولت هم مالیات نده، همه رو بده به بدهیش، چیزی نزدیک 1700 سال طول میکشه تا این بدهی رو باز پرداخت بکنه. امروز اگر من از بدهی روحانی دارم صحبت میکنم، از یه همچین بدهی هست که من و شما قادر نیستیم باز پرداختش کنیم، عمرمون کفاف نمیده. و تازه یه خبر بد میخوام بدم، اگر همونقدر داشته باشیم که بگیم من میخوام که جریمه تمام گناهانم رو خودم پرداخت کنم، از کجا میخوای بدی؟ خودت پول خلق کردی؟ خودت برای خودت خلقت داشتی؟ من تعجب میکنم از این عزیزانی که گاهی خیلی با افتخار مثل این علمای فریسی سینه‌شون هم میدن جلو، میگن خدایا شکرت که من مثل این دزد نبودم، من مثل این باجگیر نبودم، من ده یکام رو دادم، من هدایام رو دادم. از کجا دادی؟ برای چی داری فخر میکنی؟ دست کردی از تو جیب خداوند درآوردی دادی به خودش، این فخر داره؟ آیا چیزی از خودت خلق کردی؟ خداوند اونقدر به من شما سلامتی داده، وقت داده، انرژی داده، پول داده، عقل داده، همه چی داده تا بتونیم کار کنیم و کسب درآمد بکنیم. حالا میایم از اون یه مقدار خیلی کوچولو رو به خداوند میدیم، به خودمونم میبالیم که بله من خیلی آدم خوبی هستم، دارم ده یک هدایا میدم. خودتون رو گول نزنید لطفاً. چیزی رو که دارید میدید خداوند بهش نیاز نداره، خداوند به پول من و شما نیاز نداره، خداوند قلب من و شما رو میخواد. خدا میخواد ما قلبمون باهاش یکی بشه که بتونه برکاتش رو جریان بده از طریق این اتصال، از طریق این ارتباط. وگرنه خدا که خالق تمامی این زمین هست، خالق تمامی این اجرام سماوی و کائنات، همه اینها خلقت خداونده، میدونه که من چیزی از خودم ندارم، خود من هم مال او هستم، وقتی از من چیزی میخواد، آیا این از روی احتیاج؟ نه، این از روی لطفشه، از روی رحمتشه که میخواد به من برکت بده. مثل این میمونه که شما یه پولی رو به بچه‌تون میدید و اون میره برای شما کادو میخره. خب چیز زیاد بزرگی نبوده، ولی اون قلبش رو نشون میده. و خدا میخواد به قلب، چون که کلام خدا میگه خداوند به قلب نگاه میکنه، به ظاهر نگاه نمیکنه. حالا بریم دنبال بقیه داستان. این آقا رو میذاریم کنار و میبینیم که خداوند به ما چه هدیه بزرگی داده. ما قرار بود چی بشیم؟ ما قرار بود که بمیریم، چون که کلام خدا میگه که مزد گناه موت هست، زیرا مزد گناه مرگ است، اما عطای خدا حیات جاویدان در خداوند ما مسیح عیسی است. توی رومیان 6:23 هست و این چیزی نیست جز رحمت خداوند که این مرگ رو بر ما میبخشه و ما رو عفو میکنه و
روزی که آدم و حوا در باغ عدن نااطاعتی کردن، از حضور خدا رانده شدن، از حضور خدا رانده شدن، از اون برکت، از اون آرامش، از اون حضور خداوند که لذت می بردن، دیگه از اون محروم شدن. محرومیت از حضور خداوند یعنی چی؟ یعنی مرگ ابدی. برای اینکه در حضور خداوند حیات هست، خارج از حضور خداوند مرگ ابدیه. خود خداوند توی کلامش گفته زیرا مزد گناه موت هست. حالا آیا ما میتونیم خودمون رو برطرف بکنیم، این مزد رو خودمون پرداخت کنیم؟ همونطور که گفتم هیچ چیزی از خودمون نداریم که بخوایم پرداخت بکنیم، بگیم که آره من هزینش رو دادم، حالا آزادم از موت. و هیچ کس دیگه. خیلی جالبه که توی مزمور 49 کلام خداوند میفرماید که فدیه جان انسان گرانبهاست. فدیه جان انسان گرانبها هست. و هیچ کسی نمیتونه اون رو پرداخت بکنه، زیرا فدیه جان انسان گرانبهاست و هیچ بهایی کافی نخواهد بود. این هیچ بهایی یعنی چی؟ یعنی اگر تمامی آن چیزی که روی زمین هست در اختیار من باشه، تمامی آن چیزی که خداوند تا به امروز خلق کرده تو دست من باشه و من همه اونها رو بخوام بدم و از اون مرگ نجات پیدا کنم، این برای من کافی نخواهد بود. چون که کلام خدا میفرماید هیچ بهایی، هیچ چیزی نمیتونه این فاصله بین من و خدا رو پر کنه، هیچ چیزی نمیتونه این جدایی رو از بین ببره. پس این جدایی که بین من و خدا افتاده به وسیله گناه، این روز به روز عریض‌تر شده. حالا خیلی ها میگن که خب من که هیچ گناهی نکردم، من نه آدم کشتم، نه قتل کردم، نه زنا کردم، نه دزدی کردم، من هیچ گناهی مرتکب نشدم. این ذهنیتی که نسبت به گناه داریم از مذهب قبلی که ما از اون زمینه داریم میایم. زمینه قبلی ما مذهب اسلام بود. توی اسلام نسبت به گناه تعابیر مختلفی هست. گناه ها رو تقسیم بندی کردن، گناهان کوچک و بزرگ و گناهان صغیره و کبیره. در صورتی که در حضور خداوند گناه گناهه و هیچ گناه صغیره و کبیره‌ای وجود نداره. ما توی اسلام، توی مذهب قبلی که داشتیم، توی اون شریعت خیلی با خدا معامله میکردیم. میگفتیم که خب اگر اعمال نیک ما سنگینتر از کفه اعمال نیک ما سنگینتر از اعمال بد بشه، گناهان ما بشه، ما بخشیده میشیم. حالا میخوام این رو استدلال بکنیم. اولا میخوام بگم که خدای ما بقال نیست، خدای ما عمده فروش نیست، عطار نیست، علاف نیست، چودار نیست. خدا خدای مالک زمین و آسمانه و کلام خدا میگه از گناه نفرت داره، نمیتونه به گناه نگاه کنه. پس چطور ممکنه این خدا بیاد بشینه پای میز معامله، ترازوش رو بذاره جلوش، بگه که خب شما این همه آدم کشتی، نسل کشی کردی، بچه ها کشته شدن توی این تجاوزهایی که کردی، بچه ها، زنان، جوانان کشته شدن، حالا خب از این پولایی هم که به زور غارت کردی از مردم آوردی، یه بخشیش رو حالا یه مسجد ساختی، خیرات دادی، دستگیری کردی، به یتیمان کمک کردی و این کفه اومد درست شد و کفه کارهای نیکت رفت پایین تر، اوکی شما حالا
مجوز بهش صادر شد براتون، بفرمایید تشریف ببرید بهش. این عدالت خداست. خدا این کارو میکنه با کسی؟ چون اولش گفتیم که همه چیز مال خداست. خدا اونقدر فکرش کوتاهه که نمیدونه که شما به زور اموال مردم رو غارت کردی، به زور از دیگران گرفتی، حالا آوردی بخشی از اون رو هم به خدا داری میدی. خدا با شما معامله میکنه. کلام خدا میفرماید در اشعیا میگه اعمال نیک ما، اعمال نیک ما جملگی همچون پارچه های کثیف است. خب یه ذره اینو بیشتر باز کنیم. این آیه رو اولین بار وقتی من خوندم خیلی بهم برخورد. گفتم خب چرا برخورد؟ برای اینکه توی مذهبی که بزرگ شده بودم، اگر نماز بیشتر میخوندم، اگر دعای توسل میکردم، اگر دعای جوشن کبیر میخوندم، فکر میکردم خیلی کارهای بزرگی کردم و خدا باید به اینا ارزش قائل بشه. حالا اینجا اومده میگه اعمال نیک شما مثل لطه ملوث هست در حضور من. خدایا راست میگی؟ آخ برای چی؟ بس کار نیک نکنیم ما؟ یعنی کار نیک خوب نیست؟ چرا میگی؟ نمیگه اعمال بد شما، نمیگه گناهان شما، میگه اعمال نیک شما. یعنی چی اعمال نیک؟ یعنی رفتی یه نفر از مرگ نجات دادی، یعنی رفتی یک نفر رو بدهیش رو پرداخت کردی، از زندان آوردی بیرون، رفتی برای یه دختر یتیم جهیزیه درست کردی، برای کسی که خونه نداشت خونه خریدی، برای کسی که کار نداشت کار تهیه کردی. همه اینها مجوزی برای نجات شما نیست. چرا؟ چون خدا توی اشعیا فرموده که همه اینها در نظر من مثل لطه ملوثه. پس تکلیفمون چیه؟ چیکار باید بکنیم؟ کجا بریم؟ کی میتونه ما رو نجات بده؟ خود خداوند در روز ازل در باغ عدن وعده داد، به شیطان گفت چون که تو این کار رو کردی تا ابد ملعون. تکلیف تو روشن. و به آدم این نوید رو داد، به شیطان گفت از نسل زن کسی خواهد آمد که سر تو را خواهد کوبید و تو هم پاشنه او رو خواهی زد. و این وعده خداوند محقق شد روی صلیب. عیسی مسیح آمد، شیطان تصور کرد که با مصلوب شدن عیسی مسیح شیطان پیروز شده، گفت آری من پیروزم، و خیال کرد که مسیح مرد و رفت در دنیای مردگان ماند. اما کلام خدا می‌فرماید که جهان مردگان نتوانست او را نگه دارد. مسیح روز سوم از مردگان قیام کرد و با این قیام وعده خداوند در پای درخت نیک و بد در اون باغ عدن که گفته بود او سر تو را خواهد کوبید عملی شد. بزرگترین قوت شیطان مرگ بود. کلام خدا میگه ای موت، نیش تو کجاست؟ قوت تو چیه؟ چرا؟ چون که کلام خدا تحقق یافت. با مصلوب شدن عیسی مسیح بر صلیب اون دندون شیطان کشیده شد، بزرگترین قوتش از او گرفته شد. عیسی مسیح بر مرگ پیروز شد و اون رو دو دستی به من و شما داد. این بزرگترین هدیه خداونده که امروز تو خواهرم، تو برادرم، امروز آماده شو، دریافت کن این هدیه بزرگ رو، چون هیچ بهایی نباید بابتش بپردازی. یادتونه وقتی خداوند قومش رو از مصر آزاد کرد هیچ بهایی نپرداخت، فرعون رو با بلاهای متعدد مجاب کرد که قوم خدا رو رها کنه. چرا؟ چون که اونها خواسته با اراده خودشون نرفته بودن اسیر مصریان بشن، نگفتن آقای
توت آنخامون بیا ما رو دستگیر کن، ما اومدیم میخوایم برده تو بشیم. هرگز این کارو نکردن. اونها با ظلم فراعنه اسیر شدن، برده شدن و خدا آستینش رو زد بالا و اومد اونها رو از اون بردگی کشید بیرون، آورد در سرزمین امن قرار داد و هیچ بهایی هم پرداخت نکرد. اما امروز من و شمایی که با اراده خودمون گناه میکنیم، با ذات گناه به دنیا اومدیم، جد ما آدم و مادر بزرگمون حوا گناه کردند و اون گناه وارد ذات ما شد، با اون گناه داریم به دنیا میاییم. حتی اگر هیچ گناهی نکرده باشیم که محال همچین چیزی، چون کلام خدا میفرماید که هیچ کس بی گناه نیست، حتی یکی، هیچ کس. پس خواهرم، برادرم، نه هیچ امامی میتونه تو رو نجات بده، نه هیچ پیامبری میتونه تو رو نجات بده، نه هیچ شریعتی میتونه تو رو نجات بده، نه هیچ عمل نیکی میتونه تو رو نجات بده. تنها راه نجات من و شما چیه؟ عیسی مسیح خداوند میگه، عیسی گفت من راه راستی و حیات هستم. من راه راستی و حیات هستم. هیچ کس، هیچ کس یعنی کی؟ یعنی من، تو و هیچ کس دیگه‌ای جز به واسطه من نزد پدر نمی آید. آیا ما قادریم بدون عیسی مسیح خودمون رو نجات بدیم؟ مذاهب چی میگن؟ گفتیم مذاهب میگن که آره کار خوب بکن، حالا یه گناه کردی، یه قتلی کردی، حق یکی رو خوردی، حالا بیا برو کفاره بده، برو مسجد بساز، راه بساز، یتیم خونه بساز، خدا میبخشه. خدا با این چیزها نمیبخشه. خودش گفت که اینها برای من هیچ ارزشی نداره. خدا خودش راهی فراهم کرد برای نجات من و تو، خواهرم، برادرم. خدا راهی برای ما مهیا کرد و اون راه هیچ چیزی نیست جز مصلوب شدن و رستاخیز عیسی مسیح. تنها و تنها به واسطه خون عیسی مسیح، تنها و تنها به واسطه این هدیه گرانبهایی که پدر به من و شما داد تا ما رو دوباره به نجات، با نجات از دنیای مردگان به حیات ابدی بیاره، تنها اون میتونه ما رو نجات بده. تنها نجات ما از طریق عیسی مسیحه. خودتون رو گول نزنید. هیچ مذهبی، هیچ شریعتی، هیچ کار نیکی، هیچ عملی نمیتونه شما رو نجات بده. تنها راه نجات ما عیسی مسیح خداونده که داوطلبانه اومد روی زمین، جان خودش رو فدا کرد، بر روی صلیب رفت، مرد، دفن شد و از مردگان قیام کرد. تنها راه نجات تک تک بشر روی زمین، 8,200,000,000 نفر آدمی که امروز در کره زمین زندگی میکنن، فقط یک راه دارن. چرا عیسی مسیح میگه این راه تا باریکه، این راه تنگه، این در تنگه؟ چرا؟ برای اینکه این همه آدم باید از توش رد بشن و فقط یه دونه عیسی هست. نمیگه، کلام خدا هیچ جا نگفته که شما میتونید نجات پیدا کنید به وسیله عیسی مسیح و انجام این چیزها. کلام خدا نمیگه که شما میتونی نجات پیدا کنی، نگفته که فقط یک راه وجود داره برای آنانی که مسیح رو میپذیرند. و خب اگر کسایی که این کارا رو کردن، اینا شامل اون هیچ کس نیستن. نه، هیچ کسی رو اینجا خداوند جدا نکرده، هیچ استثنایی قائل نشده.
گفته من راه و راستی و حیات هستم، هیچ کس جز به واسطه من نزد پدر نمی آید. حالا آیا گناهان بزرگ کوچک دارن؟ هیچ گناه بزرگ کوچکی هست؟ حالا فکر کنید که یه دونه لکه کوچولو اینجا پیرن من بیفته، یه لکه خیلی کوچک، آیا این من حاضرم با این لباس برم جایی بیستم و دیگران این لکه رو ببینن؟ نه، مسلما میخوام اینو بشورم، تمیزش کنم. حالا هیچ فرقی نمیکنه، این لکه ها وقتی زیادم بشه با یه دونه هیچ فرقی نداره. یعنی گناه کوچک باشه بزرگ باشه، در نظر خداوند لکه است. خداوند ما رو با لکه نمیخواد، خداوند ما رو بدون لکه میخواد، خداوند ما رو بدون عیب میخواد. یادتونه توی اون مثلی که خداوند مردم رو دعوت میکنه به عروسی پسرش و در این میان میاد سر بزنه به مهمونا و میبینه که شخصی اونجا حضور داره که لباس شایسته عروسی تنش نیست. این یعنی چی؟ یعنی ما با لباسی که شایسته حضور در مقابل خداوند باشه، بی لکه و بی عیب در حضورش حاضر نشدیم. به اون شخص میگه ای عزیز، چرا با این لباس اومدی توی مهمونی؟ و دستور میده، میگه او رو دست و پاش رو ببندید و توی تاریکی بندازید. امروز من و شما فکر میکنیم که همه چیز عالیه، همه چیز اوکیه، ولی یادمون باشه خداوند تا آخرین لحظه چشمش بر ما هست. چون کلام خدا میگه، میگه او با چشم راست خود که بر ماست ما را هدایت خواهد کرد. من بیشتر دلم از این میسوزه که اون عزیزی که شنیده، پیغام مسیح رو شنیده، خود من بار اول که شنیدم گفتم اینها شیطان توی گوش من میگفت اینا همش احساسات ها، احساساتی نشو. من داشت قلبم یه جورایی میشد، داشت روح خدا در من شروع کرده بود به کار کردن و از اون طرف هم شیطان داشت میکشید، میگفت گوش نکن به این چیزا، اینا حقیقت نداره، اینا احساسات توه، گوش نکن به اینا، نری از اسلام بیرون، کور میشی، کچل میشی، پدرتو در میارن، میری تو جهنم. و همه اینها من رو مدتها نگه داشته بود، در کشمکش بین نور و تاریکی بودم تا اینکه قوت نور بر تاریکی غلبه کرد و خداوند در یک آن منو مجاب کرد که زانو بزنم و بگم خدایا میپذیرم، بیا وارد زندگی من شو، بیا مالک زندگی من باش. امروز تو خواهرم، برادرم، مادرم، پدرم، اگه احساس میکنی چیزی توی قلبت داره بهت میگه که نکنه این حقیقت باشه، آیا این حقیقت داره؟ اگر چیزی تو رو داره از درون باهات کار میکنه، این روح خداست. عیسی مسیح جنتلمنه، نمیاد با لغت درو باز کنه بیاد تو، نمیاد سرزده وارد حریم تو بشه، به حریم تو احترام قائله. میگه ایستاده بر پشت در، در میکوبم، هر کس در را باز کند آمده با او شام خواهم خورد. میدونید شام خوردن با دیگران یعنی چی؟ مسیح وقتی روی زمین بود میرفت در محفل گناهکاران مینشست، با اونها غذا میخورد. چرا؟ چون میخواست به اونها بگه من انقدر شما رو دوست دارم، امروز او شما رو هم دوست داره. کلام خدا در یوحنا 3:16 میفرماید که زیرا آنقدر جهانیان رو دوست داشت که یگان پسرش رو داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی بیابد. یعنی چی این حیات جاودانی؟ یعنی اون چیزی که از اول داشتیم، دادیم به شیطان و خدا اون رو از شیطان گرفته، عیسی مسیح اون رو از شیطان گرفته. اما آیا من دستم رو باز می کنم
اونی رو که از شیطان گرفته من بگیرم توی دستم، یا چیزهایی رو که شیطان، نفس، دنیا توی دست من گذاشته اونها رو محکم نگه داشتم، میگم نه دستم رو باز نمی کنم، اینا مال منه. عزیز دل خداوند، خدا تو رو دوست داره. مهم نیست چقدر گناه کردی، مهم نیست چقدر به گذشتت نگاه میکنی میگی نه از من دیگه گذشته. خدا تو رو دوست داره، خدا میخواد تو رو هم امروز نجات بده. کلام خدا میفرماید امروز روز نجاته، امروز روز نجات شماست. خب حالا شما این نجات رو دریافت کردید، واکنشتون چی میخواد باشه در مقابل این؟ چی کار باید بکنیم؟ هدیه به این بزرگی گرفتی، تمامی گناهانت بخشیده شده، حالا تو میخوای چی کار کنی؟ تو عزیزی که مدتها پیش این هدیه رو دریافت کردی، گفتی آری میپذیرم، مسیح خداوند زندگی منه، مسیح شاه زندگی منه، مسیح داره در زندگی من سلطنت میکنه، آیا به آنچه که او به تو گفته عمل میکنی؟ او گفته ببخش. آیا بخشیدی اون کسی رو که یه چیز خیلی کوچولو، یه گناه کوچولو در حق تو کرده؟ یا هنوز هم کینه و نفرت داری نسبت به اون و داری توی قلبت برای اون نقشه انتقام میکشی؟ خداوند میگه ببخشید. با هر پیمانه ای بدید با همون پیمانه دریافت خواهید کرد. امروز روزیه که شما این هدیه رو دریافت کنید و برای عزیزانی که این هدیه رو دریافت کردید باید برای قدردانی از اون ببخشید. باید امروز در حضور خداوند برید بگید خداوندا در مقابل این هدیه بزرگی که تو به من دادی، من میخوام یه هدیه خیلی کوچولو بدم به این دوستم، به این فامیلم، به پدرم، به مادرم و حتی به خودم. خیلی همون خودمون رو نبخشیدیم. امروز روزیه که در مقابل هدیه عظیمی که دریافت میکنید و یا کردید باید به دیگران هم بدید. نباشه مثل اون خادمی که بدهکار بود و آوردن وقتی حسابرسی کردن دیدن خیلی بدهکاره و اونقدر بدهکار بود که گفتن تمام داراییش و خانوادش رو خودش رو بفروشن و به طلبکار بدن. گریه زاری کرد، مهلت خواست و من مطمئنم که اگر 10 سالم بهش مهلت میداد اونقدر بدهی بالا بود که نمیتونست باز پرداخت کنه. اون طلبکار بخشید او رو، دلش سوخت، گفت برو آزادش کنید و او رفت یقه دوستش رو که بهش مقدار خیلی کوچکی بدهکار بود یقه او رو گرفت و گفت زود باش همین الان بده وگرنه میندازمت زندان. اومدن گفتن به اون طلبکار که آقا شما اینو بخشیدی، چند میلیارد بدهی اینو دادی، این الان اومده برای 200 دلار داره این یکی رو یقش رو گرفته میخواد بندازه زندان. برش گردوندن گفتن بیا طلبت رو، گفت باید بدهیت رو تا آخرش پرداخت کنی. نکنیم ما این کار رو. خداوند از ما میخواد ما هم ببخشیم. چرا؟ چون که خداوند بخشنده است. و اگر من ادعا میکنم که تولد دوباره پیدا کردم، روح خداوند در من ساکنه و من شدم فرزند خدا، فرزند خدا کینه نگه نمیداره. اگه خدا میخواست کینه نگه داره یک نفر بشر روی زمین نمیموند. امروز خدا میخواد تو هم ببخشی. خب میگین او ببخشم که دوباره بیاد چیز بکنه. نه، بخشش به معنی این نیست که ببخشی بعد بگی که بیا دوباره وارد خون زندگی من شو، هر جور میخوای به من آسیب بزن. نه، اینجوری نیست. بخشش یعنی این که اون رو از دلت، اون کینه رو بیرون کنی، اون طرف رو ببخشی. اما برای آشتی کردن، نه، آشتی کردن یه میانجی لازمه. ما یادتونه توی باغ عدن ما این رابطه رو شکستیم با خداوند. باید
من و شما پیش قدم می شدیم برای این آشتی، اما ما قادر نبودیم. این بود که پدر خودش پیش قدم شد، پسرش رو مأموریت داد، فرستاد روی زمین تا بیاد بین ما زندگی کنه، بین انسانها زندگی کنه و بی گناه زندگی کنه و بره روی صلیب. نه تنها عیسی مسیح من و شما رو از مرگ حتمی نجات داد، نه تنها ما رو تمامی گناهانمون رو بخشید که کلام خدا میگه که حتی دیگه بعد از این بیاد نمیاره پدر، بلکه ما رو با پدر آشتی داد. مسیح شد واسطه آشتی من و پدر، واسطه آشتی تو خواهرم، تو برادرم با پدر. و حالا تنها اینجوری نبود که ما از اسارت شیطان، از پادشاهی شیطان، از بردگی شیطان بیایم برده خداوند بشیم. حتی اگر برده خداوند می شدیم باز ما برنده بودیم. حتی اگر بنده خدا می شدیم باز ما برنده بودیم. مثل اون پسر گم شده که اومد به پدرش گفت پدر لایق نیستم فرزند تو باشم، بذار مانند یکی از این خدمتکاران تو بیام در حضور تو. امروز خدا نمیخواد که، اما کلام خدا میگه که خدا ما رو به فرزندی پذیرفت، ما شدیم فرزند خدا، ما دیگه برده خدا نیستیم. ببین چند برابر خدا به ما امتیاز داد. توی اون پسر گم شده ما میبینیم که خداوند اینجا به پسری که ترک کرده بود و حالا فهمیده برگشته لباس نو میده، انگشتر بعد انگشتش میکنه، کفش به پاش میکنه و او رو دوباره به عنوان پسر وارد زندگیش میکنه. و توی این تابلو نقاشی که پشت سر من هست میبینید که گوساله پرواری آوردن براش، دارن میخوان ذبح کنن و جشن بگیرن. امروز اگر عزیز دل خداوند، امروز روز نجات و بازگشت به طرف پدر هست. اگر امروز برگردی خداوند لباس نو به تو میپوشونه، اون لباس کثیفی که توی خوکدانی دنیا کثیف شده اون رو از تنت در میاره، تو رو پاک میکنه، با همون جور که هستی میپذیره. پدر به اون پسر نگفت که وایستا بیرون بگم پیش خدمت ها بیان تمیزت کنن بعد بیا پیش من. با همون لباس کثیف او رو بغل کرد، بعد برد به خانه و گفت لباس نو بهش بدن، انگشتر بهش بدن، کفش بهش بدن. امروز نوبت شماست، بیایید و این هدیه رو دریافت کنید، بیایید دوباره با پدر آشتی کنید. مسیح دستاش برای شما بازه، پدر منتظر پشت پنجره ایستاده، داره نگاه میکنه کی داره پسر من، دختر من بر میگرده خونه که من بدوم طرفش، آغوشم رو باز کنم براش. از دست ندیدیم فرصت رو، شاید دیگه فرصت اینجوری نباشه. دعا میکنم که خدای قدوس پدر مهربان امروز کسایی رو که دیدن و روح خدا در دلهاشون کار کرد ملزم بکنه. پدر به حضورت اومدم، به حضورت اومدم و از تو میخوام ای خدای قدوس که هر کسی که امروز تو توی قلبش کار کردی بیاد و در حضور تو زانو بزنه. خداوند اقرار کنه که گناهکاره و از تو طلب بخشش بکنه. خداوند دعا میکنم ای پدر که امروز تو لباس نو به تن اونها بکنی، انگشتر اقتدارت رو به انگشت اونها بکنی، نعلین سلامتی رو به پاشون بکنی ای خداوندم و اونها رو دوباره وارد ملکوت خودت بکنی. خداوند دعا میکنم که هر کسی که امروز این پیغام رو شنید فکر کنه،
که اگر از این قافله عقب بمونه، اگر این هدیه رو باز نکنه، اگر این هدیه رو دریافت نکنه، اگر این هدیه رو برگردونه، دیگه شاید هرگز این هدیه سراغش نیاد. امروز روز نجات شماست. به نام عیسی مسیح دعا کردم، آمین. با هم میریم که شام خداوند رو برگزار کنیم، با ما همراه باشید. بله، در اول قرنتیان عیسی مسیح موقعی که با شاگردانش جمع شده بود در اون بالاخونه، نان رو دستش گرفت و گفتش که این بدن من هستش، و نان رو پاره کرد و تقسیم کرد بین شاگردانش، و بعد جام شراب یا همون آب انگور رو در دستش گرفت و گفت این رنگش رو میبینید قرمز هستش، این به نشانه خون من هست. چرا این نشانه های نان و اون شراب رو آورد، مثال رو زد، گفت این بدن من هست، اون خون من هست؟ اینا رو گفت که چون عیسی مسیح داشت فردا و چند روز بعدش داشت میرفت روی صلیب، داشت میرفت که جان خودش رو فدا کنه برای تمام جهانیان، داشت میرفت که خونش رو بریزه برای گناهان ما. در این موعظه شنیدیم که عیسی مسیح دعوت رو برای همه ارسال کرده، جانش رو برای همه داده، نه برای قشر خاص، نه برای رنگ پوست مثلا سفید یا سیاه یا هر رنگ دیگه، نه، خدا به این چیزها نگاه نمی کنه. میگه جانش رو برای همه جهانیان داد، پسرش رو برای همه جهانیان فرستاد. امروز ما به نشانه بدن مسیح و خون عیسی مسیح میخوایم در این مراسم که عیسی مسیح به ما یاد داد، این رو به اجرا بگذاریم و دوباره عهد و پیمان ببندیم با خداوند که خدایا ما هستیم، مرسی که تو اومدی، مرسی که ما رو انتخاب کردی، مرسی که وارد قلب و زندگی ما شدی، مرسی که ما رو نجات دادی، و شکرگزاری بکنیم برای این روز زیبا، شکرگزاری بکنیم برای شمایی که قلبت رو دعای نجات وقتی برادرم شهروز خون، شما عزیز قلبت رو دادی به مسیح، و وقتی که قلبت رو دادی به مسیح تو هم میتونی تو این مراسم شرکت کنی. برادر شهروز عزیز لطف میکنید برای نان دعا بفرمایید. خدای قدوس، پدر مهربان، تو رو شکر میکنیم برای بدن تو که به خاطر گناهان ما پاره پاره شد. تو رو شکر میکنیم به خاطر بدنی که بر روی صلیب مضروب شد و ما از زخمهای تو شفا یافتیم. خداوندم برکت بده به این نان تا زخمهای روح و روان و تن ما رو شفا بده، به نام عیسی مسیح، آمین. خداوند، آمین. بدن خداوند ما عیسی مسیح، آمین. که برای شما پاره شد. خواهر جان برای شراب هم دعا کن. برای خداوند تو رو شکر میکنم، تو رو شکر میکنم برای قلب مهربونت که عاشقانه تک تک انسانهای روی زمین دوست داری، و این زیبایی کار توه خداوند که این نان و این شراب در دسترس همه انسان‌های روی زمین قرار می‌گیره و این عجیبه، این مهیبه و این شگفت‌انگیزه. خداوند تو رو شکر می‌کنم برای خون پربهات، خونی که برای ما ریخته شد بر روی صلیب و گناهان ما رو پاک کرد، و ما دوباره در حضور تو خداوند به نزد تخت تو اومدیم خداوندا، به دلیری خون تو. آمین. شکر میکنم خداوندا، و دعا میکنم برای هر کسی که خداوندا امروز ایمان آورده، خداوندا این شراب رو، این آب انگور رو خداوندا از تو دریافت بکنه، و خداوندا احساسات آسیب دیدش هم شفا پیدا کنه، به نام عیسی مسیح، آمین. آمین. خدا رو شکر، خدا رو شکر برای کار عظیم خداوند بر روی صلیب. خدا رو شکر می‌کنیم که عیسی مسیح اومد روی زمین و این نجات رو
به همه رایگان این فیض رو به همه داد و خدا رو شکر میکنیم که امروز خیلی ها قلبشون رو به مسیح دادن. عزیزان، کلیسای خداوند کلیسای نجات هست، کلیسای شفای خداوند هستش و هر کسی که با هر قلب و دردی میاد، با هر فکری که میاد داخل کلیسا، اون فضای روح خداوند او رو دربر میگیره و زندگیش تبدیل میشه. خیلی ها وقتی که وارد کلیسا شدن، اون فضا رو که دیدن جذب شدن، اون افراد، اون خواهران، برادرانی که با محبت ازشون پذیرایی کردن جذب شدن و زندگیشون تغییر کرده. خیلی از شهادت ها رو که وقتی که میشنویم میگن به محض اینکه وارد کلیسا شدیم، اصلا اون فضا، اون روح خدا هستش که داخل کلیسا هست. میگه وقتی که دو یا سه نفر شما جمع بشید، من در میان شما حضور خواهم داشت. عیسی مسیح داره میگه اون روح قدوس خداوند هستش و زندگی ها عوض میشه. امروز کلیسا، شاید جمهوری اسلامی خیلی از کلیساها رو بسته، درها رو بسته و ما میگیم خب پس الان ساختمان نداریم، کلیسا نداریم، کجا بریم که اون روح خداوند رو دربر، روح خدا بیاد ما رو دربر بگیره. میخوام بهت بگم که از طریق همین ماهواره، از طریق همین شبکه، وقتی که تو دعا میکنی، وقتی که جمع ایمانداران رو میبینی، چه در زوم چه در کلیسای هفت، دقیقاً همون فضا و همون روح خداوند در خونه تو هم میاد. فقط کافی هستش که بطلبی، بگی ای روح خداوند، ای قدوس خداوند، وارد قلب و زندگی من، وارد خونه من بشو و من رو عوض بکن به نام عیسی مسیح. بریم سرود رو بشنویم با هم دیگه. فکر کنم اگر که برادرمون آماده هست و صداشون برگشته، برکت رو دریافت کنیم. بفرمایید. مرسی برادر پولس عزیز، آمین. به نام عیسی مسیح بریم خداوندمون رو با شادی بپرسیم و بسپاریم. آمین. او دوباره عیسی عدالت ما روح تو جذب کرده ما را از کل دنیا شک اتحاد ما با تو چه زیبا با صلیب و قیام تو شل بر ما این شبان اعظم گله خدا بندی سر داماد پر جلال سماوی بحر کلیسا ای شبان عظم گله خدا پندیسا داماد پر جلال سماوی بحر کلیسا پدر از سما حاضر در هر جا فرزندان تو گشته ایم با خون عیسی. یه بار دیگه اتحاد ما با تو چه زیبا بحر ما گمراهان کردی فرزندت فدا شبان اعظم گله خدا بنسا داماد پر جلال سماوی بحر کلیسا ای شبان اعظم گله خدا بنسا داماد پر جلال سماوی بحر کلیسا ای قوم خدا عروس عیسا جامعه عدالت بر تن زینت اتحاد ما با تو چه زیبا
زندگی روح باشد، سرلوحه ما شبا شبانه اعظم گله خداوند صداماد داماد پر جلال سماوی بحر کلیسا شبا شبانه اعظم گله خداوند داماد پر جلال سماوی بحر کلیسا داماد پر جلال سماوی بحر کلیسا. آمین به نام عیسی مسیح.